عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان محترم، امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب امروز که این برنامه رو براتون ضبط میکنم، چهارشنبه دوم مرداد و 24 جولای 2019 هست که این روز را در تقویم ایران به اسم روز فیزیوتراپی نام نهادند و در طی این 50 سال گذشته عزیزان خیلی زیادی برای رشته فیزیوتراپی در کشورمون زحمات خیلی زیادی کشیدند و به همین مناسبت بنده هم به سهم خودم این روز ملی فیزیوتراپی کشورم را به همه همکاران عزیز و زحمتکش تبریک و تهنیت عرض می کنم و برای همه شما همکاران فیزیوتراپیست از همینجا آرزوی پیروزی و خرسندی میکنم و امیدوارم که همه تون در هر جای کشورمون که هستید موفق و مؤید باشید. و بنده هم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که در طی این 6 سال این همه برنامه برای ارتقای سطح علمی فیزیوتراپی و آگاهی شما بیماران عزیز ارائه دادم و خوشبختانه با همت و حمایت شما بینندگان و بیماران عزیز هست که بنده هم انرژی گرفتم و هم مشوق بنده بودین که این برنامه ها را تا الان ادامه بدم. امیدوارم که همه مسئولین کشورمون که شاهد بودم خیلی هاشون این روز را به همکاران تبریک گفتن، همچنان در تلاش باشن تا شاهد ارتقای رشته فیزیوتراپی و همچنین سایر رشته های توانبخشی باشیم، چرا که متاسفانه در 1-2 دهه گذشته یه جورایی سهم رشته های توانبخشی با اندازه سایر رشته های پزشکی اهمیت داده نشد و یه جورایی حقشون ضایع شده در خیلی از موارد. به عنوان مثال در طی 10 سال گذشته یه قانونی تصویب شده که مدرک رشته فیزیوتراپی در ایران را به دکترهای حرفه‌ای برسونند که یک دوره هم همجوری که خیلی اطلاع دارین یه سری از عزیزان رفتن این دوره را خوندن و مدرکشون را گرفتن، ولی خب متاسفانه به خاطر یه سری سهل‌انگاری ها یا یه سری کارشکنی های توسط یه عده خاصی این همه گیر نشده و تمام دانشگاه ها هنوز این هدف خیلی مهم و خوب را اجرا نکردن. دی پی تی یا دکترای حرفه‌ای در واقع یک ارتقای مدرکی و از همه مهمتر ارتقای یک سری تکنیک های مهارتی و تکنیک های دستی و غیره هست که سطح علم فیزیوتراپی رو از لیسانس به دکترای حرفه‌ای ارتقا میده و این به نفع تمام بیماران و در نهایت به نفع تمام مردم ما و در نهایت ارتقای سلامتی جامعه ما خواهد شد. پس امیدوارم که مسئولینی که در این رابطه سهمی میتونن داشته باشن و نقشی میتونن ایفا بکنن به این نتیجه قطعی برسن که بایستی سطح مدرک فیزیوتراپی در ایران به دکترای حرفه‌ای ارتقا پیدا بکنن، چرا که جز فایده هیچ ضرری نداره. به همین سادگی میتونم بگم ارتقای یک مدرک رشته به این مهمی میتونه فواید خیلی زیادی برای مردم ما و ارتقای سلامت جامعه ما داشته باشه. ببینید فیزیوتراپی برای همه بیماران بلا استثنا و حتی برای افراد سالم هم خیلی مزایا خواهد داشت. حتی اگه شما هیچ بیماری هم نداشته باشین، هر از گاهی میتونین پیش فیزیوتراپیست محلتون برین، یه ارزیابی خلاصه از پاستور و فرم بدن و کوتاهی مایچه ها، تون مایچه ها، دامن حرکتی مفاصل، از اون طرف از نظر ایروبیکی ارزیابی میکنن ببینن شما توانایی 10 دقیقه پیاده روی دارین یا 5 دقیقه یا 1 ساعت 2 و یا 10 ها مسائل دیگه که وقتی شما پیش یک همکار فیزیوتراپیست میرین با علم و تخصص و توانایی و مهارت هایی که دارند میتونن این مسائل رو بررسی بکنن. به هر حال این بحث ما نیست و
از همین جا خواستم روز ملی فیزیوتراپی رو به شما عزیزان یه بار دیگه تبریک بگم و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. امروز هم به یه سری از سوالات شما بینندگان عزیز پاسخ میدم که چون تموم نشدن و یه مدتی اینا عقب افتادن، با عرض پوزش از اینکه سوالاتون به موقع جواب داده نمیشه، ولی خب چاره نیست و بنده هم به سهم خودم خیلی تلاش میکنم که هر از چند هفته به سوالات شما عزیزانم پاسخ بدم، ولی خب تعداد سوالات زیاده و بیش از این از توانم خارجه. خب یه آقای و خانمی گفتن سلام و خسته نباشید، متشکرم از برنامه زنگ سلامت. و آقای دکتر، من درد زانوی بسیار شدید داشتم و حتی زمانگیر شده که اتفاقی با برنامه زنگ سلامت شما آشنا شدم. در اولین جلسه همراه برنامه تمرینات فیزیوتراپی زانو را انجام دادم و احساس راحتی کرده و از دردم کم شد که با انجام تمرینات بهبودی کامل به دست آوردم و به راحتی نشست و برخاست راه پیمایی می کنم و به خاطر کمک و برنامه خوبتون نهایت تشکر و قدردانی را دارم. امیدوارم خداوند اون چرا که لایقاتان هست به شما سروران گرامی عطا فرماید. متشکرم، خیلی ممنونم دوست و بیننده عزیز. خیلی خوشحالم مشابه پیام شما صدها نفر دیگه پیام دادن که ما کمر درد داشتیم، تمرینا رو انجام دادیم، خوب شدیم، گردن درد، زانو درد، مچ پا و ده ها بیماری دیگه. ببینید دوستان، بنده اگه مطمئن نبودم از این تمرینا و تکنیک های و اطلاعاتی که اینجا بهتون میدم، اگه بر مبنای شواهد علمی نبود و اگه از نتایج اونها مطمئن نبودم، مطمئنن به هیچ وجه همین الان در حضور شما نبودم و اصلا همچین کاری رو شروع نمی کردم. یکی از دلایلی که بنده این برنامه رو شروع کردم و با تمام سختی ها و بدون پول و هزینه و غیره بنده اینا رو انجام میدم، برای همین موارده که حتی یک نفرم در یک نقطه دور کشورمون که دسترسی به فیزیوتراپی نداره بتونه با 4 تا تمرین زانوشو اینجوری خوب بکنه، برای بنده باعث افتخاره و به این کارم ادامه خواهم داد. پس امیدوارم که شما بینندگان عزیزم هر بیماری دارید به آرشیوهای ما مراجعه بکنید. همتون خوشبختانه با اینترنت و اینا دیگه واردید، هم تو تلگرام، تو یوتیوب، تو آرشیو تلویزیون، تمام این برنامه ها با عنوان برنامه اونجا هست، بگردید پیدا بکنید و انجام بدین و بدون تردید بیماریتون یا بهبود کامل پیدا خواهد کرد یا در بعضی مواقع که خیلی مشکل باشه تا 60-70% بازم بهتر خواهد شد و از همه مهمتر پیشگیری میکنید از وخیمتر شدن اون و سایر بیماری های و ناراحتی های جانبی. آقای خانم دیگه گفتم با سلام و خسته نباشید، بنده سیاتیک از سمت راست دردش شروع میشه و به پا میزنه، اگه زحمت نیست راهنمایی بکنید، با تشکر. خب همونجوری که در برنامه مختلف دیدید تعداد سوالات خیلی زیادی برای درد کمر و سیاتیک ارسال میشه. ببینید بیننده عزیز، شما بایستی برید 4-5 تا برنامه زنگ سلامت، مخصوصا از برنامه شماره 2 تا 6ش که مخصوص کمر درد هاست و ببینید. در کنار اون 10 ها برنامه مجزای دیگه باز برای کمر درد های مختلف داشتیم و تمرینات کمر درد رو که اینجا هم به طور مختصر چند تاشو براتون نشون میدم انجام بدید و مطمئنن با انجام این تمرین ها کمر دردتون خیلی بهتر میشه. و اگه هم دسترسی به فیزیوتراپیست و همکاران دارید، برید حتما پیش اونها هم یه چند جلسه تکنیک های دستی و درمان های دیگه براتون ارائه بدن. پس به لینک سایت که الان اینجا میذارم مراجعه بکنید و این تمرینات رو انجام بدین، مطمئنن نتیجه خوبی خواهید گرفت. یه آقای دیگه گفتن سلام آقای دکتر، با سپاس از شما، مادری دارم 60 ساله و 60 خورده‌ای سالش هست، آرتروز گردن دارد ولی از درد دست به شدت رنج میکشه. چون نمیتونم تمام ویدیوهای شما رو یکی یکی چک بکنم، خواهش میکنم راهنمایی کنید. در حال حاضر از پماد ولترون استفاده میکنه که یک لحظه فقط آروم میشه ولی دوباره درد میکشه. یه سری کرمهای آنتی انفلامیتری و غیره هستن یکم بهترن برای یه سری التهاب و اینا، ولی در نهایت اون بافت باعثی از نظر
اصولی و رو اصول درمان بشه و درمان اینجور ناراحتی هم بیننده عزیز برای مادرتون. اتفاقا هفته پیش، نه هفته قبلش، برنامه آرتروز گردن رو داشتیم که امیدوارم دیده باشین، و اگر ندیدی برنامه دو هفته پیش بود، برید حتما نگاه بکنید. فکر میکنم برنامه شماره 203 بود و از مادرتون بخواید که اون تمرین ها رو مرتب انجام بدن و باز هم حتما پیش یک همکار فیزیوتراپیست برن، چون همین که 5 دقیقه هم شما یک پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین، ده ها مشکل و راه حل دیگه بهتون ارائه میده که بنده از اینجا چون نمیبینم مادرتون رو به طور کلی حرف میزنم، ولی با مراجعه به همکار فیزیوتراپیست میتونید به نکات ضعف جسمانی مخصوصا نایه گردن مادرتون پی ببرید و تمرین های بیشتری در مورد تقویت بافته و غیره داشته باشید. دلیل که گفتید، دلیل این که دست مادرتون درد میکنه، من احتمال چون اطلاعات کافی ندادید، ولی به احتمال خیلی زیاد عوارض جانبی اون آرتروز گردنه. وقتی که گردن درد میکنه و دچار آرتروز یا سایر بیماری ها میشه، بارها گفتم نایه گردن و شونه به هم وصله و هر عارضه میتونه اون یکی دیگر رو دچار مشکل بکنه و برعکس، و همچنین درد در خیلی از مواقع رادیت میکنه، میره به قسمت های پایین تر. یه مثالی یادم اومد الان براتون بزنم، یه آقایی از تونس اومده بود 10 سال پیش، وقتی ارزیابی کردم بهشون گفتم آرتروز گردن داره، یهو اینجوری نگاه کرد گفت چجوریه که این همه جاها من رفتم نگفتن. به هر حال کار ندارم، وقتی که ارزیابی کردم و دیدن که گردنشون هیچ حرکتی نداره و موقع تستا درد میکنه و بعد چند جلسه که درمان رو شروع کردیم و یکم رو به بهبودی رفت، متوجه شد که حرف بنده درست بوده و بعد 2-3 ماه این گردنش کاملا خوب شد و یک فرد خیلی باهمتی هم بود، شروع کرد به تمرین ها و ورزش ها و در نهایت به ورزش روی آورد، چرا که قبلا هم ورزش کار بود و اینقدر خوشحال بود و اینقدر لذت می برد که حد حسابی نداره. بیماری دوستان، وقتی که ماهایی که نداریم قدرشون، قدر سلامتیمون رو نمیدونیم. متاسفانه وقتی که آدم سالمه قدر سلامتیش رو نمیدونه، وقتی که بیمار میشه متوجه میشه که چقدر سخته و حاضر تمام زندگیشو بده یکم از دردش کم بشه، که متاسفانه خیلی وقتا راه چاره هم پیدا نمیشه. پس به همین دلیل باز ما بایستی رو پیشگیری کار بکنیم و به همین خاطر بهترین پیشگیری هم برای بدن و بیماری ها ورزش و زندگی سالم است که بارها در این مورد صحبت کردیم. پس امیدوارم که مادرتون این برنامه رو حتما براشون بذارید ببیند و تمریناتش انجام بدن، که چون 2 هفته پیش بوده دیگه تمرین رو بنده اینجا دوباره نشون نمیدم. یه آقای خانم دیگه گفتن لطفا در مورد آرتروز دست و زانو راهنمایی بفرمایید. متشکرم خانم محترم. برای آرتروز زانو چندین برنامه داشتیم، حتما برین تو آرشیو اون برنامه رو ببینید و تمریناتشو انجام بدین. اگه آرتروزتون شدیده و خشکی و استیفنس زیاد داره و دامن حرکتی کوتاه شده، حتما پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین. برای آرتروز دستا هم حتما یک برنامه خواهم گذاشت، مخصوصا انگشتا و غیره، که در آینده حتما به اون خواهم پرداخت. یه بیننده دیگه گفتن خسته نباشید، با سلام دکتر، من حدود 10 سال پیش عمل پای راستم و به علت پرانتزی بودن انجام دادم، حدود 3 ماه هم فیزیوتراپی انجام دادم که متاسفانه 90 درجه زانوم الان خم میشه، خوبم راست نمیشه. خب علتش چی میتونه باشه و چه راه حلی پیشنهاد میکنیم؟ ممنونم. خواستم ببینم با فیزیوتراپی خم میشه، یعنی بهتر میشه یا نه. ببینید بینندگان، اگه دقت کردیم بنده بارها این توصیه را کردم که برای جراحی عجله نکنید، جراحی رو بذارید حتما و حتما آخرین مرحله درمانی باشه و آخرین انتخاب شما باشه. همین 7-8 جلسه پیش بود فکر کنم توی برنامه گفتم، همین پرانتزی شدن زانو و جراحی شده یه مودی. متاسفانه ما مردم ما متاسفانه خیلی سریع رو چشم هم چشمی
خودشون به دست جراح میسپارن، یکی برای جراحی زیبایی، یکی برای پرانتزی بودن زانو، یکی برای تنگی کانال نخاع. چون دوستش همسایه جراحی کرده میگه منم برم جراحی کنم. اتفاقا پدر خدا بیامرزم برعکس همه اینا عمل میکرد و میگفتیم دوستت جراحی کرده چرا نمیری جراحی بکنی؟ میگفت نه اتفاقا چون اون جراحی کرده خوب نشده من جراحی نمیکنم. پس ببینید ما بایستی برای جراحی نباید عجله بکنیم. این بیننده حالا من متوجه نمیشم که با اطلاعاتی که داده چرا پاشون خم نمیشه، این میتونه برگرده به علت جراحی یا که خوب موفق نبوده باشه و یا عدم موفقیت تمرین ها و تکنیک های فیزیوتراپی که میگین سه ماه رفتین، بایستی حتما بریم پیش یک فیزیوتراپیست دیگه ارزیابی انجام بده و ببینی که آیا علت خم نشدن این زانو چیه، برمیگرده به اون جراحی که انجام شده یا نه یه سری مایچه ها کوتاهن یا یه نوع خشکی و استیفنس تو مفصل پیش اومده که نمیذاره خم بشه، که با یه سری تکنیک های دستی خیلی راحت میشه اینا رو درست کرد. پس بهترین توصیه برای شما بیننده عزیز اینه که پیش یک همکار یادتو شده یکی دو تا سه تا برید. اینجا من بارها میبینم بیمارا میان میگن برای سکند اپینین، میگیم در واقع مراجعه دومی. این حق هر بیماری هست که بره پیش یکی دو تا متخصص، منتها خود همینم باز نباید اینجوری بشه که چشم هم چشمی بشه، که متاسفانه تو ایران یکم باز این به جهت منفی میره، میرم پیش دکتر بیماریشون هم خوب تشخیص داده ولی باز دوستش میگه این دکتر خوبی من میشناسم بیا برو پیش این، فردا تمام چیزایی که دکتر قبلی گفته ول میکنه میذاره کنار میره پیش دکتر بعدی. اینجوری هم نباید باشه. اگه یک جای درمان جواب نداد شما دنبال سکند اپینین یا مراجعه دومی میرید یا ویزیت دومی. پس از شما بیننده عزیز حتما شامل این کیس میشین که برید پیش یک همکار دیگه بررسی بکنید و یا پیش همون خود جراحتون برید دوباره که چرا این زانو خم نمیشه. این جور جراحی ها خیلی وقتا حتی بدون فیزیوتراپی هم بایستی به دامنه حرکتی معمولی برسن، 90 درجه خیلی کمه و بایستی زانو شما برگرد به حالت عادی، حالا به هر طریقی که ممکنه. خب یه بیننده دیگه هم سوال دیگه هم از بیننده دیگه بخونم براتون. درود بر شما، بفرمایید ورزش های مخصوص زانو هفته چند بار انجام شود؟ هفته 4 بار کافی است یا اینکه روزانه باید انجام گردد؟ روزی چند بار؟ مرسی از پاسخ که خواهید داد. ببینید دوستان، ورزش ها اگه زانو درد دارید و مشکل خاصی تو زانوتون داره، باید ورزش رو اصول باشه. نمیشه ما هر چقدر دلمون خواست تمرین و ورزش به یک بافت آسیب دیده بدیم، چرا که تمام بهبودی بیماری ها بر مبنای همین مقدار فشار و باریه که به اون بافت آسیب دیده وارد میکنیم. اگه زیاد باشه منجر به وخیم تر شدن میشه، اگه کم باشه این فشاری که به زانو وارد میکنیم یا به هر بافت آسیب دیده دیگه ای، بهبودی حاصل نمیشه. شما اگه مشکلتون زیاد حاد نیست که فکر نمیکنم باشه، یا اگه قصدتون همین ورزشایی که من در برنامه نشون دادم اینا رو روزی یک دفعه میتونید انجام بدین، حتی روز در میان هم کافیه، در کنارش یک سری ورزش های فانکشنال یا کاری مانند انجام بدین، به فرض برین پیاده روی، برین دوچرخه سواری، یک سری فعالیت های فیزیکی اضافه بکنید، فقط به ورزش اکتفا نکنید. به فرض میرید خرید، با ماشین نرید 10 دقیقه راه رو، پیاده برید و بیاید. پس ورزش رو اگه بیماری خاصی شما بیننده خاص این که سوال پرسیدین دارید، حتما پیش همکار فیزیوتراپیست برید که بایستی بر مبنای آسیب مقدار ورزش ها و تمرین ها رو ما مشخص میکنیم. اینجوری نیست که شانسی بگیم شما همه دو تا 15 تا انجام میدید. البته در شرایط کلی که یه سری توصیه میشه، هر روز ورزش لازمه و خوبه و تمرین دیگه هم هر چقدر انجام بدین خوبه، منتها دیگه بیش از حدم احتیاجی نیست. یه سوال دیگه هم براتون بخونم. دکتر سلام، ضمن تشکر از برنامه های مفیدتون خلاصه میکنم. 10 ساله با ام اس مبتلا شدم، خوب بودم اونقدر که باورم نمیشد، بیماری و دکترم داروهامو قطع کرد. 18 ماه
قبل حمله داشتم، 3 ماه کاردرمانی با واکر را افتادم، حالا عضله زانو و مچ پاهام اسپاسم داره، تعادلم را مختل کرده، با توجه به پیام های بالا برای رفع اسپاسم چه کار بکنم؟ بیننده عزیز، یکی از همکار دیگه برای هفته پیش برای ام اس سوال کرده بود، حتما در آینده نزدیک برنامه دیگه برای ام اس خواهم گذاشت، ولی کشش های زانو را شما انجام بدید و گرم کردن ها، حرکت های موبلایزینگ، کششی ها و تقویتی های زانو را انجام بدین. شما توصیه میکنم برین تمرین های برنامه زانو را ببینید که در کانال یوتیوب و تلگرام و غیره هست و از رو اون تکنیک های زانو برای خودتون استفاده بکنید. مطمئنن اون اسپاسم پاتون خیلی کمتر میشه و توصیه میکنم کسانی که ام اس دارن حتی اگه بهبودی هم یافتن به این راحتی سریع داروهاشون رو قطع نکنن، چرا که ام اس مرحله ایه و هر از گاهی اتک میکنه، حمله ایجاد میکنه، به همین خاطر باید رو حساب کتاب باشه، خودسرانه داروتون رو لااقل به هیچ وجه قطع نکنید. از همینجا قول میدم که به زودی، چون تعداد سوالات ام اس زیاد شده و متاسفانه این بیماری هم در کشور ما خیلی زیاد شده، حتما یه برنامه مجزای دیگه ای برای شما عزیزان ارائه بدم. خب در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم، امیدوارم که مثل همیشه شاد و تندرست باشین و با تمرین و ورزش و استراحت و تغذیه سالم بتونید زندگی خوب و مفید رو داشته باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد، همه شما عزیزان به خدا میسپارم. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.